دوباره سلام کامران یارایی اینجا با دوست بسیار خوبم مارک سنفورد هستم و این برنامه شفای قلب فرزندان زیبامون هست و این بار در مورد پسران گم شده صحبت می بله و البته دختران بله. بله. ما در تمام این قسمت ها در مورد <applause> متمایل ساختن دل پدرها به فرزندانشون و همچنین فرزندان به پدرانشون صحبت کردیم اما بر پدران و مادران تاکید کردیم چون خدا از اونجا شروع میکنه اگه بتونیم پدران و مادران رو شفا بدیم اونا میتونن فرزندانشون رو شفا بدن <applause> پسر گم شده داستان آخر پدریه که فرزندانش رو شفا میده به همین دلیله که ما امروز در مورد اون صحبت میکنیم و من میخوام مردم با این احساس که پدر بودن چگونه هست به خونه برن عشق واقعا چگونه هست چون اگه اونا اون رو داشته باشن پس هر چه که ما تا کنون در این مجموعه آموزش دادیم به طور طبیعی به دست میاد عشق فقط وقتی از ما جاری میشه که پدر از ما جاری بشه بنابراین عیسی در واقع سه مسل رو پشت سر هم آموزش داد من تمام مسائل ها رو آموزش نمیدم به دو مسئله اول فقط اشاره ای میکنم اما این پیش زمینه به شما میده قبل از اینکه به مسئله پسر گم شده برسید پس در فصل پانزده لوقا آیه اول به بعد میگه خراجگیران و گناهکاران جملگی نزد عیسی گرد می تا سخنانش را بشنوند اما فریسیان و علمای دین هم همه کنان می این مرد گناهکاران را می و با آنان هم سفره می شود این برای اونا شرماور بود چون خراجگیران رو بدتر از غیر یهودیان میدونستند چون اونا ناپاک بودند اونا با رومیان همکاری میکردند اونا این مالیات ها رو برای رومیان جمع آوری میکردند و اعمال بسیار ناعادلانه ای داشتند اونا میتونستن اون چرا که نیاز داشتن جمع کنن هر چیزی ببخشید اونا میتونستن به اندازه کافی برای دولت مالیات جمع کنن و بله، فراتر درسته. از اون میخواستن هم میتونستن جمع کنن به همین خاطر اونا اغلب بیوه و یتیمان رو شکار میکردند. افرادی که نمیتونستن از خودشون دفاع کنن. عیسی با اونا غذا میخورد. در اون فرهنگ وقتی با کسی غذا میخوردی با اونا پیمانی به نام عهد نمک میبستی. همونطور که نمک غذا رو حفظ میکنه شما توافق میکنی که آبرو و حیثیت این شخص رو حفظ کنی. هیچکس نمیتونه علیه اونها صحبت کنه. پس عیسی چی کار میکنه؟ او با گفتن آیه در فصل 15 لوقا جواب داد عیسی این مسئله رو براشون آورد کیست از شما که صد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود الان داره با فریسی ها حرف میزنه هیچ فریسی تا به حال چوپان نبوده چون چوپانها همیشه حیوانات رو لمس میکردن و ناپاک بودن یه فریسی ممکن بود آره گوسفند داشته باشه اما چوپان اجیر میکرد تا از اونها مراقبت کنه عیسی میگه کیست از شما که صد گوسفند داشته باشد و چون یکی از آنها گم شود آن 99 را در صحرا نگذارد و در پی آن گم شده نرود تا آن را بیابد چوپونا این کارو میکنه اما شما دنبال گوسفند گم شده اسرائیل نمیرید شبانان از شما عادل ترن بنابراین مردم در اونجا عصبانی شدند. بعد در مورد زنی که سکش رو گم کرده صحبت میکنه لوقا 15 آیه 8 یا کدام زن است که دست سکه نقره داشته باشد و چون یکی از آنها گم شود چراغی بر نیافروزد و خانه را نروبد و تا آن را نیافته از جستن باز نایستد و چون آن را یافت دوستان و همسایگان را فرا میخواند و میگوید با من شادی کنید زیرا سکه گم شده خود را باز یافتم به شما میگویم به همین سان برای توبه یک گناهکار در حضور فرشتگان خدا جشن و سرور برپا می شود این زن از شما عادلتره و در فرهنگ اون زمان شما مرد رو با زن مقایسه نمی کردید تا اون رو جلوه بدید <تصح> <تصح> تا به همچین چیزی شنیده نشده بود من مطمئنم این فریسی ها واقعا از دست عیسی ناراحت و عصبانی شدن و بعد عیسی مسئله پسر گم رو میگه اما در واقع این فقط در مورد یه پسر گم شده نبود در مورد دو پسر گم شده بود مردی بود که در واقع دو پسر داشت عیسی با بیان اینکه این, این در مورد دو پسر شروع کنه، روزی پسر کوچک به پدر خود گفت ای hey, پدر سهمی را که از دارایی تو به من خواهد رسید اکنون به من بده این بزرگترین تو این بر پدری بود چون شما اموالتون رو تا زمانی که نمردید به پسرانتون نمیدادید اون در اصل به پدرش میگفت ای کاش مرده بودی حالا اون چه که در اون زمان انتظار میرفت این بود که مردم روستا انتظار داشته باشن که این پسر توسط پدرش در میدان عمومی کتک بخوره اما پدر این کارو نمیکنه و من فکر میکنم این به خاطر یه چیزه یه پدر خوب در ملای پسرش رو تحقیر نمیکنه اما یه چیز دیگه اینه که اگه پسری قلبش اونقدر سخت شده <تص> که اینطوری فکر میکنه هیچ چیزی نمیتونه اونو برگردونه جز اینکه به اون اجازه بدی سرش به سنگ بخوره پس پدرش میگه باشه من سهمت رو از داراییم به تو میدم تا ببینم با اون چی میکنی پس مدتی نگذشت که پسر کوچکتر همه چیزشو جمع کرد و آزم کشور دوردستی شد و مدتی زیادی از اون نگذشت چون اخبار در اون زمان تو یه روستا به سرعت پخش میشد منظورم اینه که میدونید اگه زنی سکه ای رو گم کنه و اون رو پیدا کنه برای شادی کل زنای روستا کافیه میدونید که در اون زمان زندگی روستایی چقدر خسته کننده بوده پس همه از این خبر دارن و همه فقط فکر میکنن چه مرد جوان وحشتناکیه که این کار رو کرده پس باید سریع از شهر خارج بشه و به طور معمول چندین ما طول میکشه تا شخصی اموالی رو که برای به دست آوردن یک سوم پول نیاز داشته بفروشه چون اونا پولشون رو عمدتا توی بانک ها اونا روی زمین سرمایه گذاری میکردن حیوان داشتن به همین خاطر اون مجبور بود به سرعت اموالش رو بفروشه به جای اینکه زمان مورد نیاز رو صرف کنه احتمالا به قیمت پایینتری فروخته و تنها افرادی که اونو میخرن افرادی بیوجدانند چون هیچکس نمیخواد دارایی پدرش رو بخره و با این کار پدر رو شرمنده کنه پس مدتی نگذشت که پسر هر هرچی داشت جمع کرد و به کشور دوردست رهسپار شد و اونجا ثروتش رو با عیاشی هدر داد اصلا هیچ جای تعجب نیست بچه ای که همچین قلب سختی داره مطمئنا چنین کاری رو انجام خواهد داد بعد از اینکه همه چیز رو خرچ کرد قحطی شدیدی در اون کشور پدید اومد و کم کم محتاج شد میدونید اگه قحطی شدید داشته باشید دولت کمک مالی میکنه و همیشه راههایی برای رسیدگی به همه وجود داره در اون زمان قحطی شدیدی بود منظورم اینه که مردم به آدمخواری و خوردن سگ و گربه و موش روی آوردند در تمام اون کشور قحطی شدیدی بود و اون محتاج شد بنابراین رفت و برای یکی از شهروندان اون کشور کار کرد <applause> که اونو به مزرعهش فرستاد تا به خوکا غذا بده فقط برای اینکه به شما نشون بده چقدر بیچاره بود خودش رو کارگر روزمز کرد در دنیای باستان کارگر روزمز کسی بود که به مرکز دهکده میرفت و منتظر بود که کسی اونو برای اون روز استخدام کنه. اون شخص پایین ترین مرتبه رو در تمام جامعه داشت. و در اسرائیل اونا قانونی در شریعت موسی داشتن که میگه در تصنیه 24 آیات 14 تا 15 در اسرائیل حقوق کارگر روزمز را باید آن روزی که کار کرده پرداخت تو کشورهای دیگه اونا مجبور نبودن، پولی به کارگراشون بدن باید شانستون رو امتحان کنی و امیدوار باشی که استخدام بشی بنابراین اون خودشو به استخدام این مرد درآورد. و طبق خروج دوازده چلو تا و پنج یک کارگر روزمز حتی نمیتونست عید پسخ رو با شما بخوره اون از غلام خانواده هم پایین بود غلام خانواده میتونست عید پسخ رو با شما بخوره بنابراین اون اونقدر بیچاره بود که تونست خودش رو تا این حد پایین بیاره و برای غذا دادن به خوک به مزرعه رفت خب هیچ پسره یهودی به خوک‌ها غذا نمیداد اونا کوشر بودن گوشت خوک نمیخوردن اون آرزو داشتی که رو با خوراک خوک سیر کنه اما هیچ کس به اون چیزی نمیداد اون غلافها از درختان انجیر مصری بودن و این انجیرهای مصری چیزی بودن که خوک ها میخوردن اما اونا فقط غلافها رو به خوکها میدادند. چون ظاهرا مردم از غذای خوک میخوردن اونا انجیر میخوردن اما اون حتی اجازه خوردن اونو هم نداشت حتی اجازه خوردن غلاف خوک رو نداشت طبق عرف اگه میرفت و سعی میکرد خودش رو به استخدام کسی در بیاره اون شخص باید اونو استخدام میکرد اما اونو اجازه نداشت با غلافهایی که برای خوراک خوک ها داشت غذا بخوره بنابراین ظاهرا استخدام هر کسی که شده بود به خدمتکارش گفته من میدونم که عرف میگه باید این مرد رو استخدام کنم چون اون مدام ازم درخواست میکنه پس من تو رو همراش میفرستم تا مطمئن بشی که اون چیزی رو که به او میگیم نمیخوره های خوک انقدر باید تحقیر میشد تا به خونه برگرده وقتی به خودش اومد گفت چند نفر از کارگرهای پدرم کمبود غذایی دارن و من اینجا دارم از گرسنگی میمیرم را میافتم و پیش پدرم برمیگردم و بهش میگم پدر به آسمان و به تو گناه کردم دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم با من همچون یکی از کارگرانت رفتار کن حالا همونطور که گفتم یه کارگر روزمزد <applause> یعنی کسی که روز به روز حقوق میگیره اون اونقدر مستحصله که فکر میکنه ارسی رو که گرفته با دریافت کمترین دستموزی که ممکنه بگیره پس بده یک سوم ثروت چیزیه که اون گرفته از اونجایی که اون پسر کوچکتر بود پسر بزرگتر دو سوم میگرفت پس میخواست یه سوم دارایی یه مرد ثروتمند رو پس بده ما میدونیم که این مرد ثروتمند بود چون یه زیافت داشت و گوساله چاق رو کش تا تمام روستا بیاد اون قطعا حیات بزرگی داشت دلایل دیگه ای وجود داره که میدونیم اون مردی ثروتمند بود یه دقیقه دیگه توضیح میدم این مرد جوان فکر میکنه که برای پس دادن این پول کار میکنه و این بدان معناست که اون تا پایان عمرش کار خواهد کرد پس برخاست و رایی خانه پدر شد اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده دل بر وی بسوزان و شتابان به سویش دویده در آغوشش کشید و غرق بوسهش کرد اگه دور بود و پدرش اونو میدید این نشونه دیگه ای هست بر ثروتمند بودن پدرش چون ثروتمندان تو خونه‌های های دو طبقه زندگی میکردن فقیران هم تو خونه‌های های طبقه زندگی میکردن و فقط از یه خونه دو طبقه میشد اون طرف دیوار رو ببینه که پسرش داره میاد و اگه پدرش اونو دید و پسرش سوار بر اسب یا چیز دیگه ای رفت اما پیاده برمیگشت منظورم اینه که مجبور بود چون اسب رو خورده یا فروخته بود اگه پیاده برمیگشت پسرش چند ماه یا حتی چند سال رفته بود و پدرش هنوز روی اون پشت بام بود یا حداقل یه خدمتکار داشت که برای او دیدبانی میداد تمام اون سالهای بعد یا ماهای بعد همچنان چشم به راه پسرش بود و به طرف پسرش دوید در اون روزگار یهود و باستان مردها نمی دویدند. در اسرائیل باستان برای یک مرد دویدن بسیار ناپسند تلقی می شد. اونها مصحق به نظر می رسیدند. مردها عاشق پوشیدن عبای بلند بودند و با وقار به نظر رسیدند و چونشون رو بالا نگه می‌داشتند و با اون عبای بلند که پشت سرشون کشیده می‌شد به آرامی راه می‌رفتند. برای دویدن مجبور بودند رداشون رو بالا بیارند تا به پاشون گیر نکنه. و نشون دادن پاها رو دور از شم میدونستن یه مرد جوون میتونست تو مزرعه لنگ برای کار بپوشه اما یه مرد مسنتر نمیتونست این کار رو بکنه اینطوری خودش رو مسحکه میکرد و اگه این کار رو انجام میداد میدونست که اگه اون پسر به شهر برسه و شروع به راه رفتن به سمت خونه پدرش بکنه خونه پدرش اگه ثروتمند باشه احتمالا نزدیک مرکز دهکده است اون باید از این خیابون باریک بالا میرفت و خیابونا تقریبا 8 فوت عرض داشتن خیلی عریض نبودن و اون باید از کنار همه افرادی که در موردش چیزهای وحشتناکی میگفتن بگذره بله شرم, شرم بر. بر تو بعد از تمام کارهایی که برای شرمندگی پدرت انجام دادی چطور جرأت کردی به اینجا برگردی علنا باید روی اون توف میکردم و معلوم بود که اون ابایی نداشت چون پدر برای پوشوندن اون ابایی درخواست کرد اون به خاطر غذا لباساشو فروخته بود پس پدرش به خاطر اون تحت آماج انتقاد قرار گرفت با انجام کارایی که مردان در اون سن هرگز انجام نمیدادن خودش رو مسحکه کرد و هر کسی که اونو میدید فکر میکرد که چرا یه مرد موسی این کارو میکنه و همه اونها دنبال اون میدویدن تا ببینن اینجا چه خبره قبل از اینکه پسرش به دهکده برسه به پسرش رسید در آغوشش گرفت و اونو بوسید پسر که اینو دید گفت حالا میخوام سخن کوتاهی که در راه بازگشت به خانه تمرین کرده بودم رو بگم و میخوام حرف بزنم اون در واقع وقتی به اونجا رسید گفت و شما به من بگید چه چیزی کمه در سخنرانی که در واقع گفت در راه خانه گفت پدر با خودش میگفت میخوام به پدرم بگم، پدر، به آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیست پسرت خوانده شوم. منو یکی از کارگرانت بکن. اما وقتی به اونجا رسید و دید که پدرش خودش رو برای پسرش تحقیر میکنه پسر بهش گفت، پدر، به آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. چیه جا انداخت؟ اوه بزار من بزار من کارگر بشم اما میدونه که این پدر قرار نیست اون تا آخر عمر در این موقعیت تحقیرآمیز به عنوان یک کارگر قرار بده اون الان میدونه که یه پسره قبلا هرگز اینو نمیدونست وقتی به خودش اومده و میگه من میرم خونه به بابام اینو و اینو میگم به خود اومدن به این معنی نبود که وجدانش بیدار شده اون به سادگی گفت چند نفر از کارگرای پدرم غذا اضافی دارن گفت من میرم جایی که غذا هست این تمام چیزیه که اون بهش اهمیت میده اما وقتی برای اولین بار پدرش رو دید که خودش رو به خاطره. پسرش فروتم میکنه برای اولین بار تو زندگیش فهمید که واقعا چه جایگاهی برای پدرش داره اون متوجه عشق پدرش شد و فهمید که پدرش قرار نیست اجازه بده اون کارگر بشه اما پدر به خادمانش گفت سری بهترین جامعه رو بیاورید و به او بپوشانید نه هر جامعه ای بهترین جامعه و بهترین جامعه پوشش همه افراد در اون فرهنگ در زیر یه ردا می یه لنگ بود و بعد ردایی که شبیه زیر پیراهنی بود و بعد روی اون بالاپوش می پوشیدن. به بالاپوش نشان خانواده دوخته شده بود این نماده اون خانواده است پدر می گفت من می به این پسر لباس بپوشونم اونو بپوشونم تا کسی بهش بد نگاه نکنه منظورم اینه که اون احتمالا فقط یه لنگ پوشیده بود دنده هاش بیرون زده بود غذای زیادی نخورده من نمیخوام پسرم اینطور تحقیر بشه مهم نیست که برای تحقیر من چیکار کرد انگشتری رو در انگشت اون قرار بدید این حلقه ازش به عنوان انگشتر امضا استفاده می شود. برای مهر زدن اسناد رسمی استفاده می شود. اگر سندی درست کنید اونو تا می‌کنید، کمی موم روی اون می ریزید. با اون انگشتر مهرش می کنید. به یه معنا اون به پسر میگه من تو رو در این خانواده به جایگاه اقتدار برمیگردونم این حالا البته فقط نمادین بود چون پسر بزرگتر الان تمام پول رو در اختیار داشت به سر کوچک‌تر چیزی نداشت، هیچ چی. پرواری آورده سر ببرید. این نشانه این بود که اون مردی ثروتمند بود. فردی که ثروتمند نیست نمیتونه گوساله چاق داشته باشه. و تا زمانی که این بچه برگشته چه تعداد؟ گوساله چاق به بزرگسالی رسیدن. اون پس از این همه مدت یکی رو داره که منتظرش هست بیار و بکش و میگه همین الان این کار رو بکن چون کار دیگه ای هم هست که اون قرار انجام بده تا از حیثیت پسر در چشمای همه اهالی روستا محافظت کنه بیایید زیافتی برگزار کنیم و جشن بگیریم که این پسرم مرده بود و دوباره زنده شد او گم شده بود و پیدا شد اون پسر چون دوباره به خونه برگشته زنده نیست اون برای غذا اومده بود اون دوباره زنده شد و چون عشق پدر رو دیده و بهش پاسخ داده اون از اول گم شده بود و حالا پیدا شده پدر جشن میگیره و تمام روستا رو دعوت میکنه چرا چون میخواد اونا با پسرش عهد نمک ببندند. که هرگز علیه اون صحبت نکنن که از اون در برابر هر کسی که بخواد حیثیت و آبروی اونو رو خدشه‌دار کنه دفاع کنن این پدر به پسرش شن و آبرو میده پس در همین حین که شروع به جشن گرفتن کردن پسر بزرگتر در مزرعه بود وقتی نزدیک خونه اومد صدای موسیقی و رقص رو شنید پس این بهتون نشون میده که چقدر سری این جشن رو تدارک دیدن پدر میخواد هرچی سریعتر مطمئن بشه که هیچ کس علیه پسرش صحبت نمیکنه و حتی هنوز وقت نکرده تا به پسر بزرگترش خبر بده پسر پیش یکی از خدمتکاران رفت و ازش پرسید که چه خبره اون پاسخ داد برادرت اومده و پدرت فربهترین گوساله رو کشته که اون سالم و سلامت برگشته برادر بزرگتر عصبانی شد و حاضر نشد وارد بشه ما توی آمریکا فرهنگ اون زمان رو درک نمی کنیم شاید شما به این دلیل که به اون قسمت از جهان نزدیکتر هستید درک می کنید. ما در آمریکا درک نمی کنیم کاری که این پسر بزرگتر انجام داد از نظر کشاورزان خاورمیانه در زمان مسیح به همون اندازه بد بود که کار پسر کوچکتر بد بود اطلاعاتی که من به دست آوردم بیشتر از کنت بیلی اون کتاب کوچیکی به نام صلیب و گم شده نوشت و گفت که به خاورمیانه رفته و این مسل رو برای افرادی خونده که نه مسیحی بودن نه یهودی اونا قبلا این مسل رو نشنیده بودن در روستاهای دور افتاده و کسانی که هنوز هم مانند 2000 سال پیش زندگی می از اونا پرسید که با این پسر بزرگتر چه باید کرد؟ پدر باید چه کار کنه؟ و هر بار که او این سوال رو میپرسید اونا میگفتن خب باید اونو ببرند و در میدان عمومی کتک بزنن همونطور که باید با پسر کوچیکتر رفتار میکرد واو. و در واقع وقتی این مسئله رو برای اونا خوند و اولین بار در مورد کاری که پسر کوچیکتر انجام داد صحبت کرد نفس در سینه حضار حبس شد و بعد وقتی در مورد کاری که پسر بزرگتر انجام داد صحبت کرد باز نفس در سینه هزار حبس شد باید اونو تنبیه می کردی و دلیلش اینه که کاره پسر بزرگتر واسطگری بود اون باید قبل از رفتن پسر کوچکتر میانه پدر و پسر کوچکتر میانجیگری می کرد هیچ سندی وجود نداره که اون این کار رو کرده باشه وقتی به خونه اومد وقتی پسر کوچکتر به خونه اومد پسر بزرگتر قرار بود بین پدر و پسر کوچکتر واسطه بشه و اون قرار بود واسطه بشه و در عوض هیچ کاری نکرد از رفتن به این زیافتی که پدر ترتیب داده بود خودداری کرد میدونی که کوچه ها تنگه و اگه پدر پیش اون میرفت پسر میومد. پسر نزدیک در می اومد و اونا درهای بزرگ و عریضی دارن که باز میشه و مردم داخل حیات میتونن بیرون رو ببینن پسر بزرگتر رو ببینن و وقتی از داخل شدن امتنا کرد سکوت مطلق مجلس رو فرا گرفت و همه فکر میکنند بعد چه اتفاقی میفته آیا او قراره اون پسر رو کتک بزنه اون حاضر نشد داخل بشه و پدر بیرون اومد و به اون التماس کرد اما اون در جواب پدر گفت اینک سالهاست تو را چون غلامان خدمت کردم و هرگز از فرمانت سر نپیچیدم. پسر کوچکتر حداقل گفت پدر ارث منو به ام بده شما وقتی با پدرتون صحبت میکردید اونو پدر خطاب میکردید این پسر بزرگتر حتی از اینم گستاختره فقط میگه سالهاست تو را چون غلامان خدمت کردم و هرگز از فرمانت سر نپیچیدم این پسر درست مثل پسر کوچکتر نمیدونست پسر بودن به چه معناست فکر میکرد برده است و چه تعداد از ما به عنوان مسیحیان امروز چه تعداد از ما واقعا در ذهنمون میدونیم فرزند هستیم اما در قلبمون فکر میکنیم برده هستیم و فکر میکنیم که پدری در آسمان داریم که قرار ما رو علنا در میدان کتک بزنه اگه اشتباه کنیم و کامل نباشیم ما از فیض و بخشندگی پدرمون بیخبریم سالهاست تو رو چون غلامان خدمت کردم و هرگز از فرمانت سر نپیچیدم اما تو هرگز حالا به تنهایی که از لباش بیرون میاد گوش بدید تو هرگز حتی بزغاله‌ای به من ندادی تا با دوستانم زیافتی بپا کنم نه یه گوسفند نه یه گوساله پروار بلکه یه بزغاله حیوان ناپاک یه بزغاله تا با دوستانم زیافتی بپا کنم نه با تو پدرم با دوستانم هر کلمه با تنه بیان میشه حال که این پسرت نه برادرم پسری که دارایی تو را با روسپی ها برباد داده بازگشته اون نمیدونه اینو فرض میکنه نمیدونه آیا برادرش با فاهش بوده یا نه کتاب مقدس اینو نمیگه وقتی به خونه برگشته برش گوساله پرواری سر وقتی تلخی در دل ماست ما در مورد اینکه تلخی با ما و فرزندانمون چه میکنه صحبت کردیم یکی از کارهایی که تلخی انجام میده اینه که توانایی دیدن مردم رو اونطور که هستن از ما سلب میکنه برای پاکان همه چیز پاکه کتاب مقدس میگه برای منحرف و شریر همه چیز شرارته این پسر جوان به این پدر نگاه میکنه این بردبارترین و مهربانترین مردیه که میتونید تصور کنید در واقع این پدر در این مثل نشوندنده خدای پدره او به این مرد نگاه میکنه و فکر میکنه که این مرد نمیخواد چیزی به من بده من باید برای اون کار کنم باید این کار رو بکنم من باید غلام تو باشم پدر اصلا با اونا اینطور رفتار نمیکنه رفتار پدر با اون اینطوریه بعد از اینکه پسرش با خطاب نکردنه، او به عنوان پدر به شدت گستاخی کرد پدرش اونو اینطوری صدا میکنه پسرم اونو با احترام کامل خطاب میکنه پدر گفت پسرم تو همواره با من هستی و هر آنچه دارم مال توست یعنی کل ارث رو به تو و برادرت دادم برادرت سهمش رو گرفت و از بین برد دو سوم دیگه همش متعلق به تو هست هرچه دارم مال توست پس با چیزی که به برادرت دادم تو رو فریب ندادم من دقیقا همون چیزی که ارث تو هست رو بهت دادم اما الان باید جشن بگیریم و شادی کنیم این تنها سرزنشیه که اون به پسر بزرگترش میکنه باید جشن بگیریم و شادی کنیم چون این برادر تو نه فقط, نه پسر, فقط من. پسر من <تصفح> برادر تو مرده بود زنده شد گم شده بود یافت شد چیزی که الان گفته نمیشه اینه که تو هم مرده‌ای، تو هم گم شدی میخوای زنده بشی؟ آیا میخوای بذاری؟ قلبت مثل برادرت پیدا بشه؟ من برای برادرت از هر طرف آماج حمله و انتقاد قرار گرفتم الانم خودم رو تحقیر کردم که این کار رو برای اون بکنم تا اون دوباره به داخل خونه دعوت کنم الان همین کار رو برای تو انجام دادم چون تمام روسا همه داخلند و همه به این فکر میکنن که این پدر چه مشکلی داره که پسر رو در میدان عمومی کتک نمیزنه اما یه بار دیگه میگم اگه این کار رو میکرد هیچ فایده ای نداشت چون قلب پسرش خیلی سخت شده تنها چیزی که اونو نرم میکنه همین تواضع و بخشندگی پدرانه است. واو پسر بزرگتر یا پسر کوچکتر در مثل کیه؟ پسر کوچکتر گناهکاران هستند. پسر بزرگتر فریسیان هستند که فکر میکنن گناهکار نیستند و به فریسیان میگه شما مردید، شما گم شدید، زنده میشید؟ اجازه میدید پیداتون کنم؟ اجازه میدید بهتون نشون بدم که حقیقتا چه پدری هستم؟ خدای پدر برای فرزندانش کارهایی میکنه که در قسمتهای گذشته در مورد اونا صحبت کردیم تمام اپیزودهای قبلی او دقیقا همون کاری رو انجام داد که ما در مورد اون صحبت میکنیم اون خودش رو برای ما متوازه میکنه حتی خودش رو با مرگ بر روی سلیب فروتن میکنه چون در کتاب مقدس عیسی میگه کسی که مرا دیده پدر را دیده هر آنچه را که میبینم پدر انجام میده من انجام میدم خودش رو برای ما فروتن کرد و مجازات ما رو بر خودش گرفت تا ما برای پاسخ دادن و نرم کردن قلبمون فرصتی داشته باشیم و برگردیم و با پدر آسمانیمون آشتی کنیم و اگه بتونیم این کار رو انجام بدیم اگه بتونیم به اون پاسخ بدیم اون چرا که لازمه در قلبمون خواهیم داشت تا با فرزندانمون آشتی کنیم و دل پدران و مادران رو به سمت فرزندان متمایل کنیم تا خداوند زمین رو با لعنت نابود نکنه <applause> همونطور که در ملاکی چهار و پنج و شش اومده واو خیلی شگفت انگیزه خیلی العاده است پس پدر برای فاحشه پدره وقتی عیسی اومد به فاحشه نشون داد که تو پدر داری و او اومد تا به فریسی نگهبان شریعت پسر خوب مثل پولس نشون بده که تو پدر داری با هر دوشون مواجه شد و چشمان هر دو رو باز کرد بله خدای پدر فقط پدر فرزندان خوب نیست او گفت پدر تمام بچه هاست بله و در این مسیر چشم ما باز میشه درسته خیلی شگفت و, و کارهایی که انجام میدیم و گناهانی که در حق پدر و مادرمون مرتکب میشیم ما رو از پسر شدن باز نمیداره حالا پسر کوچکتر مجبور به پرداخت عواقبی بود درسته اون مجبور شد تا آخر اون به عنوان یک مرد فقیر در خانه برادرش زندگی کنه چون اون ارسی نداشت قبلا خرجش کرده بود پدر نیازی به تنبیه اون نداشت چون قبلا تنبیه شده بود کتاب و مقدس میگه که خدا هر فرزند خود رو که میپذیره تنبیه میکنه اینو در ابرانیان دوازه میگه و هیچ پدری نیست که هرگز پسرش رو تعدیب نکند اما این پدر میبینه که این پسر توسط زندگی تنبیه شده اون قبلا مجازات شده پسر بزرگترش قبلا مجازات شده منظورم اینه که الان کل جامعه دربارش بد فکر میکنن همین تنبیه براش کافیه واو بله. وقتی خدا وقتی پدر مادر خوب فرزندش رو تربیت میکنه بعدش بهش خوش آمد میگه. میگه، من تو رو به خاطر کاری که کردی می‌بخشم، تو مجازاتت رو گرفتی، من تو رو می‌بخشم و تو همچنان پسرم هستی. و هر کاری که کردی، پسر من بودن هرگز تغییر نمی‌کنه. و در عهد جدید ما، وقتی خداوندیسا اومد، فیض خدا رو آورد. حالا گفت نه فقط، گناهت رو میبخشم بلکه بیا بالا و کنارم بنشین کنارم بنشین کنار من آره کنار من و هرچی دارم مال توست و این عالی‌ترین عالی ترین خبر آیه دیگه ای میگه تو با من بر تخت سلطنتم خواهی نشست با من بر تخت خودم ما همیشه فکر میکردیم که تاج و تخت فقط متعلق به خداونده اما ایناهاش بیا و کنارم بنشین این فیض بدون استحقاقه خیلی زیباست خب تا دفعه بعد اینجا همه خبرها خوبه خدا